کلاسمون رو با نام خدا شروع میکنیم. میگم چون که کار زیاده، مباحث زیاده، ما یه مقدار مجبوریم که با سرعت بریم جلو. هر سوالی که میخونیم نکات مهمش رو در واقع پیرامونش با هم صحبت میکنیم. من فکر نمیکنم هیچ نکته دیگه تو اورتوپدی بمونه که واقعا ازش بشه سوال طرح کرد، مگر اینکه سوالای عجیب غریب بخوان طرح بکنم. و الا شما همین مباحث رو در واقع بعد از این کلاس دو سه روز بذارید همین کلاس رو ریویو بکنید با خودتون، دیگه هیچ مسئله واسه امتحانتون انشالله نخواهید داشت. خب ما از سوال اول شروع میکنیم. سوال یک: کدام یک از استخوان‌های زیر تنها دارای یک فیز یا صفحه رشد میباشد؟ خب ما یک کلیتی بگیم که بعد شروع کنیم بتونیم راحت‌تر ادامه کار رو بریم. ما در هنگام جنینی یک مینیاتور غضروفی از اسکلتمون ساخته میشه. همش غضروفه، همه غضروف. یک مینیاتور در شکم مادر در بدن جنین اسکلت ساخته میشه. در حول و حوش ماه دوم سوم جنینی یک جریان خونی در واقع وارد قسمت وسط استخوان ها میشه و شروع میکنه اینجا رو استخوانی کردن. به این میگن چی؟ پرایمری اوسیفیکیشن سنتر یا دیافیزیس. خب دیافیز ها استخوانی میشن، همچنین تیبیا، همچنین استخوان های بلند. اما انتهاهای استخوان های ما غضروفی باقی میمونن و ما با این وضعیت به دنیا میایم. یعنی پرایمری اوسیفیکیشن سنتر یا دیافیز اینجا تشکیل میشه، اما انتهاهای استخوان ما اصلا کلسیفیه نمیشن، وجود دارن اما کاملا غضروفی هستن. برای همینه که وقتی که ما عکس میگیریم توی بچه‌ای که به دنیا اومده، شما انتهاهای استخوان رو اصلا نمیبینید. شما توی نوزادی که تو به دنیا اومده فقط دیافیزها رو میبینید. در سنین مختلف بعد از تولد جریان خون میاد وارد انتهاهای استخوان میشه و شروع میکنه اینجا رو چی؟ استخوانی کردن، کلسیفیه کردن. به این میگن سکندری اوسیفیکیشن سنتر یا اپیفیزیس. خب تو سنین مختلف، مثلا تو سر فمور هولوگوش 6 ماهگی این قضیه شروع میشه. خب تو سر هومروس هم 6 ماهگی. تو سنین مختلف اپیفیز ها شروع میکنن به چی؟ تشکیل شدن، یا سکندری اوسیفیکیشن سنتر. شروع میکنن اینجا بزرگتر شدن، بزرگتر شدن، بزرگتر شدن. اما سلول به سلول میدونه که باید چی کار بکنه. به این صورت که نگاه کنید، این قسمتی که داخل مفصل هست، این میدونه که هیچ وقت نباید استخوانی بشه، میشه غضروف سطح مفصلی. و تا فرد زنده است غضروف سطح مفصلی چیه؟ میمونه. یک قسمت دیگه که اینجا هست، این هم استخونی نمیشه. یعنی همینجوری شروع میکنه سکند جوستیفیکیشن سنتر استخونی کردن غضروفو، به اینجا که میرسه غضروف سطح مفصلی اصلا استخونی نمیشه. ما این غضروفیه که برامون میمونه تا آخر عمرمون. و اینجا دستوری که داره، برنامه‌ریزی که شده، اینه که فعلا شما استخوانی نمیشید. و این قسمت چی بچه ها؟ صفحه رشد، اپیفیزیال پلیت، گروس پلیت یا فیزیس. و به قسمتی از دیافیز که در مجاورت فیز قرار داره چی بهش میگن؟ متافیز. این میشه چی؟ متافیز. خب بنابراین اپیفیز دیدیم چیه، دیافیز دیدیم چیه، متافیز دیدیم چیه، صفحه رشد هم دیدیم که چیه. خب حالا این صفحه رشد، و مثلا این صفحه رشد دیستال فمور اینجا،
اینجا رو ما بزرگ کنیم زیر میکروسکوپ ببینیم صفحه رشد چیکار میکنه. این بالا متافیزه، این پایین چیه؟ اپیفیزه. وقتی ما نگاه بکنیم سلول های کندروسیت زایا بچه اینجا قرار دارن و آمادن که تقسیم بشن و برن بالا، بهش رستینگ زون هم گفته میشه. بعد یه مرحله بالاتر اینا بزرگتر که میشن، کندروسیت ها مثل سکه هایی که رو هم قرار گرفته باشن به این صورت میان بالا، رشد میکنن میان بالا. به این ناحیه میگن پرولیفراتیو زون. خب اینجا کندروسیت ها رشد کردن اومدن بالا، به اینجا که میرسن کندروسیت ها کاملا جوان بالغ میشن. مرحله بعدی، دستور بعدی که به اینها رسیده اینه که باید دست به یه خودکشی دست جمعی بزنید. خب خودکشی برنامه‌ریزی شده تو بعدن بهش میگن آپوپتوزیس. اوکی؟ برای این کندروسیت ها اینجا چاره ای ندارن جز اینکه به برنامه‌شون عمل بکنن، بنابراین بزرگ میشن و میترکن و میمیرن. به این ناحیه میگن هایپرتروفیک زون. و اینجا متافیز ما وظیفه که داره اینه که به کمک کلسیم و ویتامین دی که هست اینجا شروع میکنه به چی؟ استخوانی کردن، که بهش میگن کلسیفیکیشن زون. بنابراین این رشد به این صورت از صفحه رشد ما داره چی میشه؟ انجام میشه و یک بچه از زمانی که به دنیا بیاد به این صورت رشد طولی پیدا میکنه. بنابراین از اپیفیز سلول کندروسیت زایا میان به سمت بالا. علتی که من اینو میگم به خاطر که ما از این قضیه خیلی استفاده میکنیم. خب یعنی ما باید اینو بدونیم که بعد خیلی چیزها رو بفهمیم، که علت خیلی چیزها رو بفهمیم، درمان خیلی چیزها رو هم در واقع متوجه باشیم. برای یه نکته همینجوری یاد بگیریم، متافیز قسمت بسیار فعال استخوانه، خیلی زحمت کشه، یعنی دائما بر روی جنازه کندروسیت ها باید کلسیم بریزه. ها؟ هر جا هم که خیلی زحمت کش باشه احتمال خطاش بیشتره. برای همین الان یاد میگیریم، اینی که دارم میگم فردا بعد از ظهر جلسه آخره، دقیقا فصل آخرمون هستش، شایع ترین محل تومورهای استخوانی در متافیزه. خب هر جا کارش بیشتره، فعالیتش بیشتره، احتمال خطا کردنش هم چیه؟ بیشتره. بنابراین همین الان این نکته رو یاد میگیریم تا فردا بعد از ظهر درباره تومورها با هم صحبت بکنیم. شایع ترین محلی که تومور استخوانی وجود داره متافیز هستش. خب این صفحه رشد باعث رشد طولی استخوان میشن. فعالیتشون هم به یک اندازه نیست. در اندام تحتانی صفحه رشدی که نزدیک زانوه بیشترین فعالیت رو داره، بیشترین طول میده، یعنی صفحه رشد دیستال فمور و پروگزیمال تیبیا خیلی فعالترن نسبت به صفحه رشد بالای فمور و دیستال تیبیا. در اندام فوقانی برعکس، صفحه رشد از دور از آرنج یعنی پروگزیمال هومروس و دیستال رادیوس بیشترین چیو فعالیت رو دارن. برای همین باز اگه بخوایم جلسه آخر صحبت بکنیم بگیم مثلا استئوسارکوما بیشتر کجا دیده میشه، میگیم که استئوسارکوما بیشتر در دیستال فمور، در پروگزیمال تیبیا، در پروگزیمال هومروس و دیستال رادیوس. چرا؟ چون اونجا جایی هستش که بیشترین فعالیت رو داره و چون بیشترین فعالیت داره احتمال خطا هم توش زیاده. خب ما یه اصطلاح دیگه هم اینجا آشنا بشیم به نام، ما اینجا اپیفیز رو گفتیم، فیز رو گفتیم، متافیز رو گفتیم، دیافیز هم گفتیم، اصطلاح دیگه به نام آپوفیزیس. مثلا ما توی استخوان فمور گریتر تروکانسر ما یک آپوفیزه، این هم یه صفحه رشد داره، اما فرقش با صفحه رشد اینجا اینه که اولا رشد طولی نمیده، دوباره که در سطح مفصلی شرکت نمیکنه آپوفیز، در حالی که اپیفیز همیشه در سطح مفصلی هستش. خب و معمولا محل اتصال یک تاندو یا یک لیگامان مهمه، مثلا اینجا محل اتصال ابداکتورها است، آپوفیز گریت تروکانتر. اهمیتش از این لحاظه که شما فیز اینجا رو که میبینید با شکستگی اشتباه نکنید، فیز اینجا رو میبینید اصلا کلا فیز رو با شکستگی اشتباه نکنید، چون فیز هم رادیولوسنت سیاهه. خب خط شکستگی هم خط سیاهه، بنابراین شما با دونستن آناتومی فیز، اپیفیز، متافیز، آپوفیز باید در واقع تشخیص بدین که آیا یه بچه شکستگی داره یا نداره. خب نگاه کنید
ما پس ما اینجوری به دنیا اومدیم، هیچ سفر در واقع متا اپیفیز اینجا ما نداریم. بعد که کم کم شروع میکنیم به بزرگتر شدن، گفتم در سنین مختلف در واقع اپیفیز ها ظاهر میشن. خب اینجا مثلا توی دیستال فمور اپیفیز دیستال فمور، اپیفیز پروگزیمال تیبیا رو میبینید. خب هنوز اپیفیز سر فیبولا خیلی خوب مشخص نیست. اینم صفحه رشد، اینم متافیزه، اینم دیافیزه. به عنوان مثال توی سر فمور نگاه کنید، توی بچه 2-3 ماهه شما هیچ اثری از سر استخون نمیبینید، یعنی سکندری اوسیفیکیشن سنتر هنوز ساخته نشده. این به این معنی نیست که سر فمور سر جاش نیست، خیلی هم خوشگل سر جاشه، اما غضروفیه، در عکس ساده دیده نمیشه. بچه که بزرگتر میشه در حول و حوش 4-5 ماهگی، بعد شما سکندری اوسیفیکیشن سنتر ها رو اینجا میبینید که اینجا میبینید غیر قرینه است، مثلا اینجا خورده زودتر تشکیل شده، اینجا خورده دیرتر. این صفحه رشد ماست، اینم اپیفیز، اینم متافیز ماست، اینم صفحه رشد استابولومه. استابولوم این صفحه رشد سه بعدی داره، چون باید حجم بده دیگه، بهش میگن صفحه رشد تری ریدیت کارتیلیج. خب که باعث رشد میشه. این اهمیتش اینه که اینا رو با شکستگی تو بچه‌ها اشتباه نکنید. همینجوری که بچه بزرگتر میشه سکندری اوسیفیکیشن سنترهای ما چی میشن؟ بزرگتر و بزرگتر میشن. خب این قضیه تو کی ادامه داره؟ تا زمان بلوغ. جریان خون اپیفیزیال بچه ها از جریان خون متافیزیال کاملا جداست تو بچه ها، و غضروف تغذیهش رو از راه دیفیوژن یا انتشار در واقع کسب میکنه. در هنگام بلوغ اتفاقی که میفته اینه که جریان خون متافیزیال با جریان خون اپیفیزیال چی میشه؟ یکی میشه. حالا چه اتفاقی میفته؟ حالا خیلی پیچیده است. خب غذای هورمونیش و اینها، جریان خون اپیفیزیال و متافیزیال یکی میشه. به محض اینکه جریان خون وارد صفحه رشد شد، صفحه رشد شروع میکنه به چی؟ استخوانی شدن، و رشد طولی ما کلا چی میشه؟ تموم میشه. حالا چون دخترها بلوغشون زودتر از پسرها هست، میانگین قدی دخترها نسبت به پسرها کوتاه‌تره، چون دخترها زودتر بالغ میشن، بنابراین صفحه رشدشون زودتر بسته میشه. خب مثلا یه بچه خیلی زود بالغ بشه، احتمالی که قدش کوتاه بمونه چیه؟ بیشتره. خب بنابراین ما رشد میکنیم، مثلا پسرها تا 16 سالگی، دخترها تا 14 سالگی. خب معمولا دخترها 2 سال زودتر صفحه رشد استخوانی میشه، و رشد طولی ما دیگه چی میشه؟ تموم میشه. خب استخوان‌های بلند ما 2 تا صفحه رشد دارن. هومروس 2 صفحه رشد داره، رادیوس اولنا 2 صفحه رشد داره، یکی بالا یکی پایین، فمور یکی بالا یکی پایین، تیبیا یکی بالا یکی پایین، فیبولا یکی بالا یکی چی؟ پایین. استخوان‌های کوتاه ما فقط 1 صفحه رشد دارن. استخوان کوتاه یعنی متاکارپای ما، فالانکس های دست، متاتارس های ما، و چی؟ فالانکس های انگشت پا. همونجوری که تو این عکس شما دارید می‌بینید، این انگشت رادیوگرافی دست بچه است. خب میبینید که فقط 1 فیز دارن در فالنگس ها، فیزشون در پروگزیماله، فیز در پروگزیماله. در متاکارپ ها جالبه که فیز در کجاست؟ در دیستاله، به استثنای متاکارپ اول که فیزش در کجاست؟ پروگزیماله. خب این دونستن این آناتومی از این لحاظ اهمیت داره که بچه خورد زمین دستش درد گرفت عکس گرفتین، خب بدونید که متاکارپ اول فیزش در پروگزیماله، که اینو با شکستگی اشتباه نکنید. شما در نهایت ممکنه این کلاس تموم بشه و امتحانتون تموم بشه و فلان یا یادتون بره. اگر شک کردید که بچه خورد زمین دستش آسیب دیده، میگید خب فالنکس فیزش کجا بود، متاکارپ فیزش کجا بود، من یادم رفت تو کلاس چی گفتن اینا، یه کار ساده عکس گرفتن از دست چیه؟ مقابله. شما یه عکس دست مقابل که بگیرید، آناتومی رو میتونید چیکار کنید؟ با هم دیگه مقایسه بکنید. خب پس جواب این سوال ما چی میشه؟ کدام یک از استخوان‌های زیر تنها دارای 1 صفحه رشد میباشد؟ اولنا 2 تا داره، فیبولا 2 تا داره، متاتارس اول 1 داره، و رادیوس هم چی؟ 2 تا داره. خب هر سوالی بچه ها زیرش توضیح داره و نکته داره. خب تمام این نکته ها رو باید بخونید، هر کدوم از این نکته ها ممکنه سوال امتحانتون باشه. مثلا من یه نکته رو همینجا گذاشتم، باز این مربوط به فصلهای آخر میشه، خب ولی من نکتهش اینجا گذاشتم یادمون باشه. یکی از علائم مهم ریکت که شما میخونید، تو اطفال هم میخونید در واقع اصلش،
پهن شدن صفحه رشته. چرا صفحه رشد پهن میشه تو ریکت؟ به خاطر اینکه اینجا دارن رشد میکنن کندروسیت ها، بر روی جنازه اینها باید استخون ریخته بشه. وقتی مریض ویتامین د نداره، بچه کم بوده ویتامین د داره، این انجام نمیشه. برای همینجوری کندروسیت ها انجام میشن، میان بالا بالا بالا، اما استخوان سازی انجام نمیشه. برای یکی از علائم مهم تو ریکت چیه؟ پهن شدن صفحه رشته. به خاطر که اینجا متافیز بیچاره سوبستران نداره، خب میخواد کار انجام بده، میخواد استخوانی کنه، ولی مواد لازمش رو چیه؟ نداره. نکته بعدی که یادتون باشه اینه که در بچه ها مغز و استخوان ها در هنگام تولد همه قرمزن، همه کار میکنن. تقریبا از 6 سالگی به بعد مغز و استخوان های بلند فانکشنشون رو کاملا از دست میدن، میشن مغز و استخوان زرد، خب و فانکشن دیگه ندارن. ما این قضیه رو بعدا استفاده میکنیم ازش تو درمان شکستگی ها، همین امروز میبینیم، خب ازش استفاده میکنیم. چجوری ما از مغز و استخون زرد نان فانکشنال برای فیکس کردن استخون ها استفاده میکنیم. خب چند تا نکته از آناتومی بگم. من خیلی، چون اینا خیلی بعیده تو امتحان پرنتین رزیدنتی شما بخوام فقط صرف آناتومی بپرسن، تقریبا نیست همچین سوالی، خب ولی چند تا نکته آناتومی بگیم ما که تو کتابتون هست و سریع رد بشیم. اولا که ما سه نوع غضروف داریم، غضروف شفاف، ارتجاعی، لیفی. نمیخوام وارد این قضايا بشم، فقط شایع ترین نوع غضروفی که در بدن انسان وجود داره همین هیالین کارتیلیجی که در سطوح مفصلی ما چیه وجود داره. این بیشترین میزان غضروفی که داریم ما غضروف شفافه یا هیالین کارتیلیجی هستش که در بدن ما وجود داره، در سطوح مفصلی وجود داره. و اگر به شما بپرسن که ضخیم ترین غضروف بدن مربوط به کجاست، غضروف پاتلاس، خب در واقع ضخیم ترین غضروف بدن رو داره. خب در مورد انواع مفاصل سوال میگه کدام یکی از مفاصل زیر جزء مفاصل اسلایدینگ نیست؟ سوال دو، الف اینترکارپ مچ دست، ب اینترکارپال مچ پا، جیم اس آی جونت، دال دیسک بین مهره. خب باز یه ریویوی سریع بکنیم و ازش بگذریم. انواع مفاصلی که ما داریم، یکی مفاصل بالانس ساکته. ما دو تا مفصل بالانس ساکت داریم، یکی مفصل شانه هست، یکی مفصل هیپه. خب اینا مفصل بالانس ساکته. حالا بعداً در مورد تفاوت این دو تا مفصل هم با همدیگه صحبت میکنیم. یکی مفاصل هینجن، مفاصل بالانس ساکت رنج آف موشنشون خوبه، خب در همه جهات حرکت میکنن. مفاصل هینج معمولا در یک جهت حرکت میکنن. مفاصل هینج ما مفصل آرنج هینج حرکت میکنه، مفصل زانوه، مفصل مچ پای، مفاصل انگشت پی آی پی دی آی پی هم هینجه. مفاصل محوری ما هستن که حول یک استخون حول یک استخون دیگه میچرخه. نمونه بارزش استخوان رادیوس و اولناس، مفاصل پیوت. خب شما این سوپینیشن پرونیشنی که انجام میدید در واقع رادیوس حول اولنا چیه؟ میچرخه. استخوان اولنای ما یه استخون استریته، خب اونی میچرخه. رادیوس ما یه استخونی که بو داره، یه آناتومی خیلی پیچیده‌ای داره. در واقع شما دستتون که سوپینیت پرونیس میکنید، رادیوسه که حول اولنا چیه؟ میشرخه. و این مفصل رادیو اولنا یه مفصل پیوته. یه مفصل دیگه هم که تو بدن داریم مفصل پیوته، مفصل چیه؟ سیوان سیتوه. خب شما این حرکت که انجام میدید در واقع سر و سیوان حول سیتو چیه؟ میشرخه. این هم مفصل چیه؟ پیوت ما هستش. یه سری مفاصل، مفاصل کندیلوید هستن. خب همینقدر بلد باشین، مثالاشو بلد باشید، خیلی من نمیخوام وارد جزئیات بشید. مثل مفصل دیستال رادیوس و پروگزیمال مچ دست، یعنی یک حالت در واقع بیزی شکل داره استخوان سطح مفصلی با یک حالت بیزی شکل دیگه در یک استخوان دیگه، اینا با هم دیگه مچ میشن، بگم مفصل کندیلوید. همین مثال هم بلد باشین کفایت میکنه. یک نوع از مفصل کندیلوید هست بهش میگن مفصل سدل جوینت. ما با این مفصل زیاد کار داریم، خیلی سوال ازش میاد. خب یه مفصلیه در دست که خیلی حرکت داره، مفصل CMC اول، کارپو متاکارپال اول، یعنی بیس متاکارپ اول با استخوان ترابزیوم. این نمونه بارز مفصل سدله، مفصل زینی شکل با یک دامن حرکت بسیار بالا. بعد ما هی سوال داریم از این، بیشترین حرکت در مفاصل دست در کدام مفصل از CMC اول؟ بیشترین مفصلی که در دست دچار آرتروز میشود کدام مفصل است؟ CMC اول. چرا؟ هرچی مفصل حرکتش بیشتر باشه، ما بیشتر کار ازش بکشیم، احتمال آرتروز بیشتر بشه. میگن ریز آرتروزیس،
آرتروز سی ام سی اول. حالا تو بحث دست که برسیم در مورد درمانش هم با هم دیگه صحبت می‌کنیم. بس نمونه بارز سدل جوینت در واقع چه سی ام سی اول هستش. یه سری مفاصل هستن خیلی حرکت کمی نسبت به هم دیگه دارن، مثل اینترکارپال مچ دست، اینترکارپال مچ پا و اس آی جوینت، مفاصل لغزنده بهشون گفته میشه. خب و دیسک بین مهره‌ای و سندسموس که با هم صحبت میکنیم، یعنی مفصل دیستال تیبیا و فیبولا، جز مفاصل نیمه متحرکن. بنابراین جواب این سوال ما کدومه؟ کدام یکی از مفاصل جز مفاصل اسلایدینگ نیست؟ الف اینترکارپال مچ دست هست، ب اینترکارپال مچ پا هست، جیم اس آی جوینت هست، دال دیسک بین مهره‌ای که گفتیم جز مفاصل نیمه متحرک ما هستش. خب سوال 3، در مورد واروس و والبوس کدام جمله زیر غلط است؟ خب اگر انتهای اندام به خط وسط نزدیک شده باشد واروس نامیده می شود، اگر انتهای اندام از خط وسط دور شده باشد والگوس نامیده می شود. به طور طبیعی آرنج در والگوس است، به طور طبیعی زانو در واروس است. کدام جمله غلطه؟ خب ما باید دوباره یه تعریفی از واروس والگوس داشته باشیم دیگه. ما برای اینکه ببینیم یک اندام، یک مفصل در واروس یا والگوس، همیشه به دیستال نگاه میکنیم. اگر دیستال به خط وسط نزدیک باشه میگن واروس، یعنی زانوی من الان در چه وضعیتی؟ در واروس، چون دیستال به سمت وسطه. اگر دیستال از خط وسط دور شده باشه میشه چی؟ والگوس. شما اینجا رو وقتی نگاه میکنید، اگر میخوایم زانو در چه وضعیتیه؟ ژنو ورم یا ژنو والگوم؟ پا رو نگاه میکنم، پا از خط وسط دور شده میشه ژنو والگوم. اینجا پا به خط وسط نزدیک شده میشه ژنو ورم. الان توی این مریض این پاش تو والگوسه، چون از خط وسط دور شده، این پاش تو چیه؟ واروس. یعنی ژنو ورم تو این زانو داره، ژنو والگوم توی این زانو داره. بقیه جام همینه. ما میخوایم ببینیم آرنج ما در چه وضعیتی قرار داره. این دست من یا آرنج من؟ خب نگاه کنید، این بازوی من، امتداد بازوی من اینه و شما میبینید که ساعد من در امتداد بازوی من نیست. ساعد من در امتداد بازوی من نیست، بازوی من امتدادش اینه، ساعد من اینه. بنابراین آرنج ما در چه وضعیتی به طور طبیعی؟ در والگوس. خب ما هممون، ما انسان ها کوبیتوس والگوس داریم، کوبیتوس والگوس داریم که تو خانوم ها کوبیتوس والگوس نسبت به آقایون بیشتر هستش. تو آقایون تقریبا 7 تا 10 درجه است، خانوم ها 10 تا 15 درجه والگوس دارن. زانوی ما حالا ما در مورد زانو صحبت میکنیم که تو بچه ها چه تغییری میکنه. خب یعنی بچه ها تو 2 سال اول یه ذره وروسن، تو 2 سالگی استریت میشه زانوشون، بعد میاد توی والگوس خیلی زیاد، تو 4 سالگی تقریبا برمیگردن به الائمنت نرمال که 4 تا 6 درجه والگوسه زانو به طور طبیعی. خب این یه چیزی که واقعا دونستنش هم براتون خیلی مهمه، چون بچه فامیل هی خانواده مادران نگرانن. خب میگه بچه من پاش پرانتزی فلان، این شما باید دیولاپمنت نرمال رو بدونید. بچه‌ها تو 2 سال اول زانوشون وروسه، تا 2 سالگی صاف میشه، بعد 2 سالگی میرن تو والگوس، تا 4 سالگی زانو الائمنت طبیعیش چیکار میکنه؟ پیدا میکنه. بنابراین جواب این سوال چی میشه بچه ها؟ اگر انتهای اندام به خط وسط نزدیک شده باشد والگوس نامیده، درسته؟ اگر انتهای اندام از خط وسط دور شده باشد والگوس، به طور طبیعی آرنج در والگوس است، درسته؟ به طور طبیعی زانو در والگوس است که غلط. خب سوال بعدی، بیشتر بودن دامنه حرکات پسیو یک مفصل نسبت به دامنه حرکات اکتیو نشان دهنده چیست؟ الف ضعف عضلات پارگی تاندون یا آسیب عصبی به عضلات اطراف آن. خب این جمله کاملا درسته بچه‌ها. نگاه کنید، اگر دامنه حرکات پسیو بیشتر از اکتیو باشه، به عنوان مثال در مفصل شانه، یه خانومی میاد پیش شما با درد شونه و محدودیت حرکت. خب میاد که من 2-3 ماهی که شونم درد میکنه و حرکتش خوب نیست. خب شما به این خانم میگید که خب دستو بیار بالا ببینم چقدر میاد بالا. دست چپش میاره بالا قشنگ، دست راستش اینجوری میاد بالا. هر کاری میکنه شونه راستش بیشتر بالا نمیاد. خب بعد شما میگید خب این دامنه اکتیوش اینقدر بیشتر نیست، مثلا 30 درجه بیشتر ابداکشن نداره. حالا شما میاد دامنه پسیوش هم اندازه‌گیری میکنید، دست این خانم رو میگیرید میارید بالا، دستش راحت اومد بالا، پسیوش خوب میاد بالا اما اکتیو بالا نمیاد. یعنی مفصل مشکلی نداره، خب یا عضلاتش مشکل دارن، تاندونش پاره شده، یا یه آسیب عصبی وارد شده. یعنی بالاخره این مکانیزم، این عصب، عضله و تاندون که باید این مفصل حرکت بدن، یه جا چیه مشکل شده. مثلا یه چیز شایع تو این سن، تو سن بالا، پارگی روتاتور کافه.
یعنی کافش پاره شده، روتور کافش پاره شده، دامنه حرکات پسیوش خوبه اما اکتیو نمیتونه چیکار کنه؟ بیاره بالا. مثلا پای روز گفت عصب خوبه، عضله خوبه اما تاندونش شده؟ پاره شده. اما حالا همین خانم دامنه حرکات شما اکتیوش اینقدر باشه، پسیو هم که بخواید حرکت بدین میرین بیشتر از این بالا نمیشه. فروزن شولدر. یعنی شما با یه معاینه هم اول میتونید خیلی تشخیص سراغیاتون رو کوچیک بکنید. مریضی که هم دامنه حرکات اکتیوش هم پسیوش مشکل داشته باشه، یعنی خود مفصل مشکل داره، مثلا دوشونشی ادهسیو کپسولایتیس یا فروزن شولدر. خب سوال چهار، سوال چهار رو خوندیم. سوال پنج، در مورد مراحل راه رفتن کدام گزینه صحیح نمی باشد؟ نگاه کنید بچه، در مورد مراحل راه رفتن، ما وقتی که راه میریم رو زمین دو تا فاز کاملا مشخص رو طی میکنیم. خب یکی فاز استنس، یکی فاز سوینگ. فاز استنس زمانی که ما پامون روی زمینه، من پای راستم روی زمینه، پای راست من تو فاز استنسه، پای چپ من میره تو سوینگ. الان پای چپ من داره سوینگ رو طی میکنه. خب الان پای چپ من اومد تو استنس، پای راست من اومد تو چی؟ تو سوینگ. خب بنابراین ما در راه رفتن دائما دو فاز استنس سوینگ، استنس سوینگ رو ببخش استنس سوینگ رو داریم چیکار میکنیم؟ طی میکنیم. تقریبا 60% گیت ما فازش استنسه، یعنی بیشتر زمانی که داریم طی میکنیم زمانی که پامون روی زمین هستش. ببین نگاه کنید، ما این گیت خیلی داستان داره. ما اصلا نمیخوایم امروز کلاس کنکوره. خب ما اصلا نمیخوایم خیلی وارد این قضیه بشیم. مثلا یه چیز خیلی ساده شو من به شما بگم، مریضی که درد داره، آنتالژی گیت، شاید همه ما یه زمانی اینو تجربه کرده باشیم، حالا پامون خورده باشه لب موب، یه چیز افتاده باشه رو پامون فلان، یا یه مریضی استرس فرکچری داشته باشه، عفونتی داشته باشه، ناخودآگاه بدون اینکه ما بدونیم فاز استنس و گیتو، در واقع فاز گیتو بدونیم، ما یه کلکی میزنیم. مثلا فرض کنید پای راست ما یه مشکلی داره. خب مثلا یه سربازی دچار استرس فرکچر متاتارس شده به علت رژه رفتن، خب درد داره پای راست، چه کلکی میزنه؟ پای راستشو کم زمین میذاره چون درد داره دیگه، یعنی استنسشو کوتاه میکنه، خب سوینگشو چیکار میکنه؟ طولانی میکنه. این همین لنگ زدنی که شما میبینید دقیقاً بازی کردن با فاز چیه؟ استنس و سوینگه. خب که همه ما این کارو انجام میدیم. خب سوال میگه 60% کل گیت رو فاز استنس تشکیل میده، درسته. در فاز سوینگ پا روی زمین قرار ندارد، درسته. در صورت درد پای چپ، خب من الان درد پای چپ دارم، فاز استنس پای چپ کوتاه میشود، درسته. دال، در صورت درد پای چپ سوینگ پای راست بلندتر می شود. نه، اگه ما درد پای چپ داشته باشیم استنس پای چپ کوتاه میشه، سوینگ خودشی میشه اضافه میشه. سوال بعدی، اساس تشخیص بیماری تنیس البو کدام گزینه زیر می باشد؟ خب ما در مورد تنیس البو صحبت میکنیم. خب فصل یکیتون در مورد کلیات و معاینات اینها سه سری نکاتی از فصل یک گذاشتیم، بعدا در مورد این صحبت میکنیم. بکنید اساس تشخیص یک سری بیماری ها پالپیشنه. خب یعنی معاینه با نوک انگشت. نکنه ما وقتی در مورد معاینه صحبت میکنیم یه قانونی داریم تو پزشکی. خب اولین مرحله معاینه اینسپکشنه، بعد پالپیشنه، پرکاشنه، آسکالتیشنه و منیپولیشنه. خب حالا ما توی ارتوپدی آسکالتیشن و پرکاشن خیلی زیاد نداریم. حالا شما تو قلبوری عکس اصل کارتون میشه آسکالتیشن. خب توی معاینه شکم پرکاشن خیلی اهمیت داره. توی ارتوپدی ما اصل معایناتمون هست اینسپکشن، پالپیشن و منیپولیشن. اینسپکشن هم که انجام میدیم خودش قسمت‌های مختلفی داره. یعنی اینسپکشن یعنی از به مریض دست نزدی، فقط مریض رو داری چیکار می‌کنی؟ نگاه می‌کنی. اولین قسمت اینسپکشن چیه؟ سورفیس آناتومیه. نگاه کردن به آناتومی سطحی مریض. به عنوان مثال مریض اومده زمین خورده با درد شدیدشون مراجعه کرده. اینجوری اومده اورژانس. خب؟ این تیپیک چیه؟ تیپیک در رفتگیشون است. در رفتگی قدامیشونه مریض میاد اینجا. شما مریض معاینه میکنید، لباسش در میاری، میبینی که انتهای شونش چیه؟ تیزه. ما همینجوری به طور طبیعی انتهای شونه هم به خاطر وجود سر هومروس گرده. خب همین که شما سورفیس آناتومی میبینی که انتهای شونه تیزه به جای گرد باشه، این میگه احتمالا سر هومروس سر جاش نیست.
یا شما مریض رو زانوشو میخواید معاینه کنید، دو تا زانو صاف، ما در کنار پتلامون دو تا فرو رفتگی داریم به طور طبیعی. اگر نباشه این به معنی که داخل زانو احتمالاً مایع جمع شده، یا اینکه هایپرتروفی سینوویوم داریم. برای اولین چه سورفس آناتومیه، بعد اکتیو رنج اف موشنه. از مریض میخوام حالا زانوش، شونهش، هر جاش میخوام اکتیو حرکت بده. مرحله سوم دیدن الائنمنت، همین ببینیم آیا اندام تو وروسه، تو ولگوسه، چه جوریه. و چهارم دیدن گیت، خب که با هم صحبت کردیم. بنابراین اولین مرحله معاینه اینسپکشنه. اینسپکشن شامل سورفس آناتومی، اکتیو رنج اف موشن، الائنمنت و گیت هستش. حالا بعضی هم میگن آقا مریض از لحظه که وارد درمونگاه شد، اگه شما نگاه کنید اول میتونید اولی مرحله اینسپکشن رو گیت میدونن، مطابق به شرطی که اول که مریض میاد گیتش رو چیکار کنی ببینید. حالا اگه ندیدین گیت میشه مرحله آخر. قسمت دوم معاینه پالپیشنه، یعنی هنر معاینه با نوک انگشتان. واقعا ما تشخیصی که با نوک انگشتان میتونیم بذاریم خیلی وقتا با هیچ وسیله پاراکلینیکی نمیتونیم بزنیم. نمونه واضحش تنیس البوئه. مریض میاد با درد آرنج، خب کسی که کار با دستش زیاد انجام میده، معاینش میکنید، همین که شما لترال اپیکوندیل انگشتتون میاد رو لترال اپیکوندیل مریض فشار میدید، مریض میپره بالا. این مشخص تشخیص میشه تنیس البو. خب ما واقعا بارها دیدیم مریض هایی که اونقدر ام آر آی شدن، ایم جی شدن، این نوار مغز گرفتن، فلان کردن، این حرفا، خب یه پالپیشن نشدن. خب یه پالپیشن بکنید اینجا مریض بپره بالا، تشخیص شما میشه چی؟ تنیس البو. یا خیلی از بورسیت ها، بورسیت تروکانتر بزرگ، شما دست بذارید اینجا مریض میپره بالا رو تروکانتر بزرگ. خب بورسیت پسانسرین اطراف زانو با دست زدن، فشار دادن. حالا تو مبحث زانو با هم میخونیم، مهمترین معاینه مینیسک برای پارگی مینیسک چیه؟ جوینت لاین تندرنس. تندرنسی که ما در سطح مفصلی داریم. خب سوال بعدی، به دنبال عمل جراحی ستون فقرات و عارضه جراحی قدرت عضلانی پای چپ خانم کاهش یافته است. پس این عمل جراحی شده، یک عارضه اتفاق افتاده، خب بعد از عمل قدرت پای چپش کاهش یافته است، به گونه‌ای که مچ پا را به سختی میتواند دورسیفلکس کند، اما به هیچ وجه در مقابل مقاومت نمیتواند ایستادگی کند. قدرت عضلانی دورسیفلکسیون این خانم را چند ارزیابی میکنید؟ خب اینم سوالیه که به هر حال تو رشته‌های مختلف ازتون چیه پرسیده میشه. نگاه کنید، وقتی که ما میگیم قدرت عضلانی صفره، یعنی هیچ گونه حرکتی در اون عضله چیه؟ وجود نداره. وقتی ما میگیم یک پنجمه، یعنی فقط یک تریس کوچیک، یه حرکات خیلی کوچیکی در چی؟ اندام ایجاد میشه، ولی قدرت حرکت دادن اندام رو چیه؟ نداره. وقتی میگیم دو پنجمه، یعنی میتونه یه حرکاتی بده، اما در مقابل جاذبه نمیتونه، یعنی دست رو نمیتونه بلند کنه، پا رو نمیتونه بلند کنه، ولی یه حرکتایی میتونه بده اندام رو جابجا بکنه. وقتی سه پنجم میگیم، یعنی در مقابل جاذبه میتونه چیکار کنه؟ عضله اندام رو حرکت بده، یعنی مثلا مچ پا رو بیاره بالا، مچ دستش رو بیاره بالا. ولی بیشتر از اون هیچ فورسی و چیه؟ نمیتونه تحمل کنه. چهار پنجم اینه که مریض در مقابل جاذبه میتونه بیاره بالا. وقتی شما فورس در مقابلش مقاومت میکنه، یه کوچولو میتونه مقاومت کنه، یه ذره مقاومت میکنه، اما یه ذره شما بیشتر فورس بدی پاشیه میفته. پنج پنجم که یعنی قشنگ میتونه در مقابل جاذبه مقاومت کنه، شما که زور میزنید اونم چیه؟ مقاومت میکنه. خب حالا توی این مریض دورسیفلکس میتونه بکنه، یعنی در مقابل جاذبه میتونه در واقع مچ پاشی بیاره بالا، اما هیچ گونه مقاومتی چیه؟ نمیکنه. برای من فورسش میشه چی؟ سه پنجم. در کدام یکی از موارد زیر کوتاهی واقعی طول اندام وجود دارد؟ خب ببینید، در مورد طول کوتاهی واقعی و ظاهری ما خیلی وارد جزئیاتش نمیشیم. خب همین چند تا مثالی که من میزنم براتون کفایت میکنه. یه موقعی هستش که اندام ما خب واضحا کوتاه‌تر نیست یکی نسبت به اون یکی دیگه، اما کنتراکچرهای عضلانی وجود داره. خب به عنوان مثال ادکتورا تایتن هیپ منو بردن اینور، خب بعد که من میخوام پا صاف بکنم، یه مقدار پام کوتاه‌تر میشه، لگن من در واقع به سمت بالا میاد، متوجه هستین؟ اندام کوتاه‌تر نشون داده میشه. یا وقتی مثلا ابداکتورای من تایت باشن، پای من به این صورت باشه، خب وقتی من میخوام صاف وایسم، لگن من تیلت میشه. یعنی کوتاهی واقعی نیست، کوتاهی ظاهریه، به خاطر کنتراکچر عضلانی و تیلت لگن خب بلندی کوتاهی وجود داره. و اگه این کنتراکچرها درست بشه،
و لگن صاف بشه کوتاهی چی میشه؟ برطرف میشه. اما یه موقعی کوتاهی واقعی وجود داره، مثل مردی که سی دی اچ داره، در رفتگی مادرزاده هیپ داره، سر فمور کاملا چیه؟ بالاست. این کوتاهی واقعی ده و تا زمانی که اصلاح هم نشه، خب این به خاطر تیلت لگن و اینها نیست، سر فمور رفته بالا. یا مریضی اصلا به هر دلیلی طول فمورش کوتاه شده. اصلا حالا ما تو آسیب‌های اطفال با هم دیگه می‌بینیم، صفحه رشد آسیب دیده، فمور رشد نکرده، تیبیا رشد نکرده، کوتاهی واقعی وجود داره. حالا برای تشخیص دادن کوتاهی واقعی و ظاهری، خب ما از کاری که می‌کنیم اندازه‌گیری ما به این صورت هستش که یه اندازه‌گیری می‌کنیم از ACS anterior superior iliac spine تا medial malleol، و یه اندازه‌گیری می‌کنیم از ناف تا چی؟ medial malleol. خب مریضی که در واقع کوتاهی ظاهری داشته باشه به خاطر تیلت، از ACS تا medial malleol فاصله‌اش یکیه، اما وقتی از ناف اندازه‌گیری می‌کنیم فاصله چی میشه؟ متفاوت میشه. تو این مریضی هم که کوتاهیش واقعی باشه، از ACS تا medial malleol دو طرف با هم دیگه چیان؟ متفاوتن. برای این مریضی که کوتاهی ظاهری داره، از ACS تا medial malleol فاصله‌اش یکیه، اما وقتی از ناف می‌زنیم تا medial malleol فاصله‌اش چی میشه؟ متفاوت میشه. خب در کدام یک از موارد زیر کوتاهی واقعی طول اندام وجود دارد؟ الف هیپ ادداکشن کنتراکشن، درسته؟ ببخشید هیپ ادداکشن کنتراکشن این کوتاهی چه؟ ظاهری. هیپ ادداکشن کنتراکشن، پلویک تیلت و کانجنتال دیسلوکیشن آف هیپ، جواب میشه گزینه دال. من نمیخوام خیلی ذهنتون رو گرفتار این قضیه بکنم، قضیه یه ذره پیچیده است، خب ولی چون این یک اشاره توی کتابتون شده، در همین حد شما بدونید پلویک تیلت و کنتراکچر های عضلانی، خب ما اختلاف طول ظاهری و واقعی داریم. برای اندازه‌گیری طول ظاهری واقعی، برای طول واقعی از یک نقطه ثابت استخوانی مثل ACS تا medial malleol چیز میکنیم، برای طول ظاهری از یک نقطه ثابت بدن مثل ناف، خب تا medial malleol چیکار میکنیم؟ اندازه‌گیری میکنیم. خب سوال 9، امارای تمام موارد زیر نسبت به سی تی اسکن برتری تشخیصی دارد بجز؟ الف تشخیص میزان گسترش تومور در عضلات، ب برای وضعیت دیسک بین مهره‌ای، جیم بررسی آسیب کورتکس استخوان، دال بررسی میزان آسیب نخاعی به دنبال سقوط از ارتفاع و آسیب نخاعی. ببینید نگاه کنید، امارای برای دیدن سافت تیشو خیلی خوبه، برای دیدن بون مرو خیلی خوبه، اما نسبت به یه چیزای امارای در واقع یه قسمتی از بدن سیگنال ایجاد نمی‌کنن، مثل هوا برای دیدن ریه چست بهتره. خب کورتکس استخوان سیگنال ویده، سیگنال ایجاد نمی‌کنه. برای اینکه ببینیم که آ استخون چقدر شکسته، خورد شده، کورتکس چجوری شده، میزان خورد شده چجوری، سطح مفصل بالا رفته پایین رفته، بهترین وسیله چیه؟ سی تی اسکن. ما برای بررسی وضعیت های شکستگیمون ببینیم شکستگیمون خورد شده، چقدر جابجا شده، شکستگی سطح مفصلی رو بررسی کنیم ببینیم چقدر جابجا است، همیشه سی تی اسکن میکنیم. تو امارای فقط شما یک ادم وحشتناک میبینید، خب میبینید او یه عالمه ادم بون مرو آسیب دیده فلان، ولی اون آسیب کورتکس رو امارای به شما نشون نمیده. در مورد هول بادی بون اسکن، خب که تو کتاب شما اشاره شده، من خیلی وارد جزئیاتش نمیشم، این تو رادیولوژی اینا احتمالاً باید بیشتر بحث بشه. ببینید وقتی بون اسکن مثبت میشه، خب ببینید یه فاز اولیه است، خب فازی هستش که در واقع خون اونجا چیه؟ در واقع به یه علت هایپرمی اتفاق افتاده. اگه فاز اول بون اسکن فقط مثبت باشه، این مثل سلولیته، خب یعنی اونجا یه هایپرمی اتفاق افتاده. اما اون چیزی که خیلی اهمیت داره فاز تأخیری بون اسکنه. اگر فاز تأخیری بون اسکن مثبت بشود، یعنی اینکه استوبلاست ها دارن زیاد فعالیت میکنن، یعنی مثبت شدن یا حاد شدن فاز تأخیری نشان دهنده فعالیت زیاد استوبلاست هاست، میتونه نشان دهنده چی باشه؟ شکستگی باشه، یه استخونی شکسته استوبلاست ها دارن فعالیت میکنن، میتونه نشون دهنده عفونت باشه، به دنبال عفونت باز استوبلاست ها فعالیت میکنن، و میتونه نشون دهنده چی باشه؟ تومور. خب در تومور هم به علت سلول ها دیوانه میشن، پریوس رو فعال میکنن، تحریک میکنن، پریوس هم شروع میکنه چی؟ استوبلاست ها چیز کن. بنابراین
مثلا یکی از روش تشخیصی که مریض سلولیت داره و استومیلیت داره بونسکن میکنیم، اگه فقط فاز اولش مثبت باشه معنی سلولیته، اما اگه هم فاز اولش مثبت باشه هم فاز سومش یعنی مریض چیه؟ استومیلیت داره. اصلا مثبت شدن بونسکن در فاز تأخیری نشان دهنده چیه؟ افزایش فعالیت استوبلاستیک، حالا به یکی از این دلایل ممکنه باشه. در کدام یکی از موارد زیر امارای روش تشخیصی احتمالی نمی باشد؟ اسپاینال کورد اینجری یکی از بهترین روش ها برای اسپاینال کورد در واقع امارای، ما راه دیگه ای نداریم. تشخیص پارگی ربات های زانو بهترین روش برای تشخیص پارگی های ربات و مینیسک چه؟ امارای. تشخیص محل دقیق استئوئیدوستوما و تشخیص استئوکندریت دیسکان. حالا استئوئیدوستوما رو ما باز فردا تو جلسه آخرمون بعد از ظهر با هم صحبت خواهیم کرد. بهترین روش برای پیدا کردن نیدوس استئوئیدوستوما سی تی اسکنه نه امارای. خب اینو تو ذهنتون داشته باشین. باز میگم تو استئوئیدوستوما وقتی شما امارای میکنین یک ادم وسیع تو استخوان میبینید، اون نیدوسش رو اون نیدوس استخوانش رو نمیبینی. خب اگه اون نیدوس خوب ببینیم باید چیکار کنیم؟ سی تی اسکن بکنیم. اینو به عنوان یه نکته تو ذهنتون باشه تا فردا باز در مورد استئوئیدوستوما صحبت کنیم. در کدام یکی از بیماری‌های ارتوپدی امروزه دیگر به صورت روتین برای تشخیص سونوگرافی انجام نمی‌شود؟ الف تشخیص پارگی روتاتورکاف. تشخیص پارگی روتاتورکاف دیگه امروزه به طور روتین سونوگرافی نمی‌کنیم. بهترین روشش همون ام‌آرآی می‌کنیم، روتاتورکافمون می‌بینیم. اما تشخیص CDH در 3 ماه اول بهترین روشش سونوگرافی. تشخیص کیست بیکر سونوگرافی. تشخیص آبسه بافت نرم بازم چه سونوگرافی هستش. در کدام مفصل زیر همچنان آرترودز به آرتروپلاستی ارجحیت دارد؟ نکنید ما در مورد آرترودز و آرتروپلاستی با همدیگه صحبت خواهیم کرد، در مورد اینکه چه درمانهایی واسه خراب شدن مفصل ما استفاده میکنیم. وقتی مفصلی خراب میشه فعلا همینقدر بدونیم تا ما بعدا بحث و قشنگ باز بکنیم. وقتی این مفصل خراب میشه بهترین درمان برایشون آرتروپلاستی هستش، یعنی تعویض کامل مفصل. در موردش بعدا خیلی خوب بهتر صحبت میکنیم. مثلا در مورد شونه آرتروپلاستی، هیپ توتال هیپ آرتروپلاستی، زانو توتال نی آرتروپلاستی. در مورد مچ پا در حال حاضر باز بهترین نتیجه رو چی داره؟ آرترودز یا خوش کردن. اینو گوشه ذهنتون باشه خب تا بعدا در موردش بیشتر صحبت بکنیم. یه سوال مهم، به علت جوش نخوردن استخوان تیبیا تصمیم به پیوند استخوان از ناحیه لگن گرفته شده است. بعد از برداشتن استخوان اسفنجی کافی از لگن و کارگزاری آن در استخوان تیبیا چه اتفاقی برای سلول‌های پیوندی میفته؟ یکی از عملهای خیلی شایع تو ارتوپدی پیوند استخوانه. تو کدوم مریض انجام میشه؟ مثلا استخوان جوش نخورده، مریض درد داره، ما پیوند استخوان میکنیم که استخوان جوش بخوره. یا مثلا مریض یه تومور داره، کیست استخوانی داره، میخوام کیست استخوانیشو با پیوند استخوان چیکار کنیم؟ پر بکنیم. مثلا از جای مهمه و در واقع یه گنجینه استخوانی که داریم ما استفاده میکنیم از لگنه ایلیوم. اینو جای ما باز میکنیم، این رو استخوان ایلیوم استخون برمیداریم، تو محل نانیونیون جوش نخوردگی میذاریم، تو محل تومور میذاریم که استخون پر بشه. یادتون باشه این سلول ها زنده نمیمونن. وقتی ما اینجا استخون رو برمیداریم خب از جریان خونش جدا میکنیم و میریزیم توی محل نانیونیون، این سلول ها میمیرن. منتها یه بستر مناسبی تهیه میشه برای اینکه استئوبلاست های مریض خودشون چیکار کنن؟ استخوان سازی کنن. برای من اینجوری نیست که ما گرفت بریزیم این گرفت همونجا بمونه، این گرفت میره اونجا یه بستری درست میکنه، استئوبلاست ها میان روی این بستر شروع میکنن به استخوان سازی کردن، اما سلول های خود گرفت چی میشن؟ میمیرن. بنابراین جواب میشه گزینه جیم، سلول های گرفت میمیرن و به صورت داربستی برای استئوبلاست های میزبان عمل میکنن. سوال بعدی سوال مهمیه که ممکنه تو امتحانتون بیاد. خب کدام یکی از اعمال جراحی را جهت یکسانسازی اندام ها در اختلاف طول اندام صحیح نمیدانید؟ خب حالا یه بچه به یه دلیلی اختلاف طول اندام پیدا کرده، LLD leg length discrepancy پیدا کرده. خب مثلا یکی از علتهای شایعش آسیب صفحه رشده، یه بچه تو هنگام بچگیش تروما خورده، تصادف کرده، از یه جای سقوط کرده، آسیب سالتر هریس پیدا کرده و این مشکل براش پیدا شده و اندامش چی شده؟ کوتاه بلند شده، یعنی اندام رشد کرده، پای راستش پای چپش مثلا رشد نکرده. خب ما چیکار میتونیم بکنیم برای اینکه این اختلاف اندام رو چیکار بکنیم؟ اصلاح بکنیم. خب
اگر بچه زمانی ما میخوایم این بچه زمانی به ما مراجعه بکنه که بچه است، یعنی صفحه رشدش بازه، دو حالت ممکنه مریض مراجعه کنه. یه زمانی مریض دیر مراجعه میکنه، صفحه رشدش بسته است و بالغ شده و با اختلاف طول اندام مراجعه میکنه. یه زمانی نه، هنوز در زمانی که صفحه رشد بازه مراجعه میکنه. یکی از کلکایی که ما میتونیم بزنیم اینه که یه دو سه سال مونده به انتهای رشد، بریم صفحه رشد اون برای چیکار کنیم؟ خراب بکنیم، خب؟ که باعث بشه یه مقدار ال ال دی کاهش پیدا کنه. البته معمولا خانواده‌ها قبول نمی‌کنن، چون به خاطر یه ذره قد بچه‌ش میشه کوتاه میشه. ولی بالاخره بستن صفحه رشد اونور خودش یکی از آپشن‌های چیه؟ درمانی هستش. یکی از آپشن‌های درمانی دیگه چیه؟ ما استخون رو بشکنیم یا الیزاروف بزنیم یا اکسنوفیکسو بزنیم، آروم آروم چیکار کنیم؟ استخون رو بلند بکنیم. حالا بچه‌هایی که تو کلاس کیس بیس ما بودن، ما کلی قصه گفتیم سر اینکه الیزاروف چیکار کرد و فلانی حرفا. به هر حال ما استخون رو میشکنیم، اکسنوفیکسیتور رو میذاریم و آروم آروم استخون رو چیکار میکنیم؟ بلند میکنیم و بدین وسیله طول به دست میاریم. هم تو بالغه میشه انجام داد، هم تو بچه‌ها میشه انجام داد. اصلا روش قد گرفتن هم همینه دیگه، استخون شکسته میشه، یه الیزاروف یا اکسنوفیکسیتور میذارن، روزی 1 میلیمتر استخون چی میشه؟ بلند میشه و در اینجا یه کال استخوانی تشکیل میشه و بعدا قد میگیره. حالا قصهش طولانی ها، ما اینجا نمیتونیم بحث بکنیم. یه روش دیگه چیه؟ توی فرد بالغ که خیلی الیلی داره، چون این روش خیلی روش خیلی طولانیه قد گرفتن، خب دردسرم زیاده، اگه مریض خیلی اذیت شد، یکی از روشا اینه که استخون طرف مقابلش رو کوتاه کنی. بریم مثلا 2 سانتی 3 سانتی رو ببریم، پلاک بذاریم و کوتاهش بکنیم. باز این روش خیلی طرفدار نداره، یعنی مریض معمولا قبول نمیکنه. با همه مصیبتش دوست دارم اون پاشون چی بشه؟ بلند بشه. خب حالا گزینه‌هامون رو با هم بخونیم. کدام یک از اعمال جراحی را جراح اندام‌ها در اختلاف طول اندام تحتانی صحیح نمیدانید؟ الف، بلند کردن استخوان فمور بعد از بسته شدن صفحه رشد. درست، میتونیم ما این کارو انجام بدیم. بستن صفحه دیستال فمور قبل از بسته شدن صفحه رشد. درسته، ما میتونیم صفحه رشد رو ببندیم. جیم، بلند کردن استخوان تیبیا قبل از بسته شدن صفحه رشد. درست. دال، کوتاه کردن استخوان فمور قبل از بستن صفحه رشد. خب قبل از بسته شدن صفحه رشد ما یه آپشن خوب داریم اگه بخوایم کوتاه بشه. اون چیه؟ بستن صفحه رشد. ما یک صفحه رشد رو ببندیم، میتونیم کار انجام بدیم. سوالات آزمون قبلی، نقاط مرجع دو انتها برای اندازه‌گیری طول ظاهری اندام تحتانی کدام است؟ پرانترنی 90. طول ظاهری اندام میشه چی؟ ناف و قوزک داخلی. فصل دوم، اینم طرز اندازه‌گیری در واقع طول ظاهری و طول چی؟ حقیقی. میگم همینقدر بدونید کفایت میکنه، حالا اگه بعدا خواستید بیشتر متوجه بشه میتونید بیشتر بحث بکنید، ولی فعلا برای امتحانتون همینقدر